خداوند بخشاینده و مهربان و با عرض سلام. بیننده برنامه کاوش خبر داغ از تلویزیون افغان نیوز هستید. در پی کشته شدن آخرین مهاجم مسلح توسط نیروهای امنیتی افغانستان در حملات کابل، مقامات افغانستان آمار تلفات ناشی از این حملات را که به طور همزمان 4 ولایت افغانستان را هدف قرار داده بودند منتشر نمودند. وزارت داخلی کشور گفته است که این خشونت ها 47 کشته بر جا گذاشتند که از این جمع 36 نفر آنها مهاجمان مسلح بودند و همچنان 3 غیر نظامی و 8 نفر از نیروهای امنیتی افغان نیز در جریان این خشونت ها کشته شدند. بسم الله محمدی وزیر داخلی کشور که در جمع از خبرنگاران صحبت میکرد گفته است که در این حملات 65 نفر دیگر زخمی شده اند که 25 نفر آنها غیر نظامیان و باقی نیروهای امنیتی هستند. و همچنان خشونت ها در ولایت لوگر، پکتیا و ننگرهار شب گذشته پایان یافت، اما در کابل شمار اشورشیان تا ساعت اولیه صبح امروز با نیروهای امنیتی افغان همچنان درگیر بودند. در بحث این ساعت کاوش خبر داغ همین موضوع را با مهمانان گرامی من به بحث میگیریم که این حملات تأثیراتش بالای پروسه صلح دولت افغانستان و همچنان پروسه قطر چی می باشد. در بحث امروزی کاوش خبر داغ مهمانانی که دعوت ما را پذیرفتند و شرکت نمودند آقای عبدالغفار گردیزی، کارشناس مسائل نظامی، آقای جنرال عبدالواحد طاقت، کارشناس امور سیاسی و نظامی و آقای حکمت الله حکمت، یک تن از اعضای حزب اسلامی با ما هستند. خوش آمدید مهمانان گرامی به بحث امروزی کاوش خبر داغ. آقای طاقت، در آغاز شما میخوایم بپرسم که ارزیابی شما از حملات که مخالفین دولت افغانستان اجرا کردن و 17 ساعت نیروهای افغان را به خود مشغول ساخته بودند در چند نقطه شهر کابل، ارزیابی شما چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات به پایان به کارکنان افغان نیوز، بینندگانشان و مهمانان عالی قدرتان و شما گرداننده برنامه شاداب سه. از همه اولتر درود و دعا می فرستم به روح پاک شهدای حادثه دیروز و تمام شهیدان که در حوادث مختلف در کشور ما جام شهادت نوشیدن، روحشان شاد باشه و با بازماندگانشان صبر جمیل میخواهم و از مردم افغانستان حوصله مندی و از نیروهای دولتی امنیتی و باز هم مردم حوصله مندی و توانمندی و جانساری و وفاق و همبستگی میخواهم. حادثه دیروز یک پلان تراشیده از سابق بوده، تقریبا شاید سر 2 ماه پیش کار شده باشه. یک پروگرام آنی و فوری نبوده و این سازمان یافته بوده از کشورهای پاکستان و ایران و بخصوص پاکستان و این کار یک شبکه یا یک نتورک خاصی هم نبوده، بلکه سازمان دهندگانشان شاید از آیسای قدم بالاتر نیروهای خصم افغانستان یا دشمن افغانستان سازماندهی کرده باشه و تا که چنین پلان قوی را یا عملیات قوی را در افغانستان برا پرته در یک زمان و در یک وقت و در عین شکل در عین پروسیجر که بیا در تعمیرهایی که نیمه کار هستن بلند منزلا و درجه بالا شوین با سلاح ثقیل و با اهداف که بالکل قابل چیز هستن، درک هست و هدف هست یا تارگیت هست، بالای این هدف انداخته را آغاز کنین. بله آقای طاقت، حملات شورشیان و مخالفین دولت افغانستان زمان اوج میگیرد یا زمان ایجاد می شود که یک هیئت حزب اسلامی به کابل آمده بودند تا با دولت افغانستان وارد مذاکره و گفتگو شود؟ چی ربطی می تواند که داشته باشد؟ زیاد ربطی نداره. این هیئت ها از حزب اسلامی بارها آمده و رفته ولی چنین حادثه نامده و اگر هیئت حزب اسلامی مذاکراتش با دولت افغانستان
برخلاف اراده ایسای می بود بارهایی که آمده بودن پاس که می رفتن حد اقل اینا رو بندی می کردن در مو تیارا میه و موترهای لکس برشان در میدان هوایی استاد هستن میان در ارگ ملاقات های خود می کنن و دستاورد هم می داشته باشه باز می رن پس به مو پاکستان ولی وقتی که ملا برادر اراده کنه که به و دولت افغانستان رو بندی میشه اگر ملا عمر اراده کنه او بندی میشه بله یعنی شما به این عقیده هستین این کسانی که میخواین وارد مذاکره شوند با دولت افغانستان یا میخواین که تماس های حزب اسلامی را با دولت افغانستان برقرار بکنن اینها فاقد صلاحیت هستند و در نزد کشورهایی که همواره اتهام این زده شده برایشان که مخالفین را تقویت میکنن از اعتبار آنها برخوردار نیستن و اونها همچنان بالای اینها به اصطلاح حساب نمیکنه بله نه ما زیاد برشان چیز نیست درد یعنی سر ارزش قائل نیست برشان زیاد درد سر نیست برش اگر بیا در دولت از چند نفر از اسلامی که عالم در دولت تعداد زیاد از اسلامی هست از جمعیت هست از اتحاد اسلامی هست اینا همه در پاکستان پرورش یافته بودن ولی در قدرت جا دارن خیر است اگر یک دو نفر از اسلامی دیگه هم به باعث وزیر دیگه باشه چی فرق داره یا و با طالبان هم بخاطر از دیگه مذاکره در قطر شروع شده بود که حداقل دو سه نفرشان به دولت شریک شوه ولی که چی شد که بعضی مذاکرات به تعویق افتید هم معلوم است هم به طرف برای ما و شما معلوم است هم به جهانیان معلوم است و ای که تصادم کرد به امی روز ای چیز است یعنی ای تو نیست که به امی روز به خاطر خونسا ساختن مذاکرات با حزب اسلامی ای عملیات سازماندهی شده باشه ای صحیح نیست و بعضی میگن که ولا پسر استاد برهان الدین ربانی که رئیس شورای عالی صلح شد ای عملیات صورت گرفت و هنوز پاکستان اگر ای عملیات پاکستان سازماندهی کرده باشه پاکستان خوش است ایسای بسیار خوش است جشن کرده که صلاح الدین رئیس شورای عالی صلح شد به دلیل چی؟ و در بخاطر که دوست شاند بخاطر که استاد ربانی بهترین دوست پاکستان بوده و بعد از مرگی که افغانستان اطلاع داد که ایرا پاکستان کشته سلیم صافی دو تصویر مذاکرات استاد ربانی را در تلویزیون جیو نیوز انداخت که در یکش قبلا مصاحبه کرده بود و یکش دمی روزای اخیر پیش از وفاتش و آنقدر پاکستانی حرف زده که کدام پاکستانی چی مولی فضل رحمان هم نمیتونه او قدر باز نفع پاکستان گپ بزنه باز اونا گفت که چرا ما یک دوست خود بکشیم چنین دوست خود بکشیم بنان پسر استاد ربانی اگر رئیس شورای عالی صلح میشه ای برای پاکستان خوشایند است نسبت به پیر صاحب نسبت به حضرت صاحب نسبت به امینی وقاد نسبت به کسی دیگه به خاطر اینکه او جوان هم است آنقدر شهرت هم نداره و میشه که ایرا زود بچرخانه به طرف خود سپاسگزاریم برمیگردیم آقای طاقت آقای گردیزی دید شما در مورد این حملاتی که دیروز به وقوع پیوست چی میباشد برخی ها اتهامات را وارد میکنند علیه کشورهای همسایه هم میگه که اینها دست داشتن حالا شما این حملات را ناشی از قدرت طالبان یا مخالفین دولت افغانستان میدانید یا نه ناشی از ضعف دولت افغانستان بسم الله الرحمن الرحیم قبل از همه به شما از طریق تلویزیون شما محترم شما با بیندان محترم می شما عرض ادب و احترام دارم و به روح پاک کسانی که متاسفانه همیشه در این عملات قربانی هم اهداف شوم از باز مردم باز مخالفین از مملکت میشه برازا به اصطلاح روشن نشاط میخوام و با متاسفانه به فامیلشان تسلیت عرض میکنم این همیشه این حالت تکرار شده نیست ببینن در رابطه به این موضوع باید بگم که این جنگ یه عملیات را که دستوری به اصطلاح امروز در شهر دیروز دیروز پر روز شروع شد و دیروز صبح که ختم شد شهر کابل یا گاهان هستی دستوری بوده این تو چیز نوه نیست که فرق میکنم این دفعه یه عملیات شروع شده یا انجام گرفت سبا دیگه سبا انجام نخواد بگنه از روزه که به اصطلاح نمی تا طالبان اینجا این با سقوط شد و امریکایا اینجا به اصطلاح آمدن و بالاخره به نام مبارزه با مقابل طالب و القاعده و این تروریسم در مجموع البته این همه مسائل کل سازماندهی شده
ببینن جنگ هنوز ادامه داره در وطن و هنوز جنگ غالب و مغلوب هنوز شکست خورده و فاتح هنوز معلوم نیست متاسفانه و 49 مملکت دنیا اینجا تشریف دارن با تمام توپ و توپخانه خود و هنوز نمیتونن که فرق بکنن یک طالب یا اینجا بسرا به جلو جنگش بگیره بهتره ولیکن این خوب گپای عمومی است که ما در فورم صحبت سرش میکنیم که رقمی نکنم ولی من پیش من منحس یک استاد نظامی و منحس کسی که پرنسیبای نظامی برای معمول است و منحس که ما با جنگ آشنایی دارم به حساب پیش من مقصر طالب نیست پیش من مقصر خود هم امریکایی ابلیس های جهانی پیش من مقصر است به خاطر که جنگ در افغانستان یا ادامه دادن ببینید جای بسیار تاسف است جای بسیار افسوس است حیف از این ملت که قربانی زیر قبیله کم انسانای فاسد میشه به حساب و به موجب به گناه به تعالی نصر گناه نپای گناه نصر خطا نپای خطا به حساب ببینید در 49 مملکت دنیا در طول 10 سال مکمل دی وطن مگذره که ولی جنگ افغانستان خاتمه پیدا نمیکنه در حملات دیروز همچنان شما نیروهای خارجی نیروهای نظامی خارجی در افغانستان را مقصر میدانید بله ببینید من دلش براتون میگم ببینید زمانی که در طول 10 سال تمام شبکه‌های استخباراتی 16 شبکه استخباراتی آمریکایی ما چند بار گپ گفتیم در این ساحه مسئول فعالیت هستند و بالاخره مرکز به اصطلاح هماهنگی پاکستان و افغانستان و آمریکا هم در این حال فعالیت است شبکه استخباراتی افغانستان خودم هم در این اخبار است تو عجب گپ است که این مردم جند است این مردم ملائکه است که اینجا به اصطلاح عملیات میکنند داخل میشه با تمام توپخانه خود با توپخانه خود نمیگم با تمام راکت ها و سلاح ثقیل خود و یک مرمیام نه دو مرمیام نه ده مرمی از سر تا پیگار یا فر میکنی این خودی معلومه که یک موتور آگاهانه آورده شده در اینجا جا به جا شده تا صبح مطابق دل خود یا انداخت میکنه سر نقاط مورد هدفشان است این چطور شبکه های استخباراتی است که به شمول شبکه های بینالمللی است که تال از این مسئله خبر نداره ببینید همیشه جنرال و وسایل قمندانای ناتو زمانی که سال نو در افغانستان نو میشه یا به مردم افغانستان مجدی بسیار بدر متاسفانه میده که مثال سال خونین خواد باشه مثال بسیار جنگا بسیار شدیدتر خواد باشه خب وقتی که توی قدر اطلاع داری یک قدر مسائل پیش تو معلوم است چطور خجلت بشه گرفتن میدنی در حالی که به مقابل تو یک طالب خسته خیال فرمی روسا که اینجا به 10 ساله ماده وطن جنگ کردن به اصطلاح هفت تنظیم در ایران بود 8 تنظیم در پاکستان در مقابل جنگ کرد اینجا سر قل خود برش خسته بود خیلی و 10 سال کنی جنگ کردن مقابل این مملکت و تو در حالی که مقابل یک طالب است 49 مملکت تو اینجا اومدی مثلا هر که طالب میگیش مخالف این جنگ هر کس میخواد جنگ جریان در هر نام و سرش میمونی تو چطور امکان داره با تمام توپخانه با تمام شبکه های استخباراتی یه جلو بزنی گرفتار میتونی ببین ما دیگه نمیخوایم که مردم افغانستان ما بازی بدیم شخص خود من حیث کسی که مقابل نشستیم و بارها از این مسئله گفتیم ما دیگه حق قضیه نداره که مردم افغانستان ما بازی بدیم به هیچ عنوان تحت هیچ نام تحت هیچ شعار تحت هیچ مذهب و مسلک بس بی به وقتا اینجا معلوم است هر روز وطن قربانی میده هر روز وطن یاد طالب واقعی وطن بدل چی آقای گردیزی شمانی روحای نظامی خارجی در افغانستان را مقصر مشناسین در حملات دیروز بشه که ببینید زمانی که 15 تنظیم در پشاور بود و یارو بردن در امریکا بردن بس 15 تنظیم 7 تنظیم ساختن بالاخره این مردم گفتن که والا جنگ شما خیلی رقم قایز رقم شما جنگ بردن نمیتونه او رو بردن پیش رهبر کاتولیکا بردش گفتن بعد چه قسم کنه رهبر گفت که بعد جنگ رنگ مذهبی گفت نتی گفت تو دیما مثلا کامیاب نمیشی برای افغانستان فقط برای بو که اسلام خطر است تو پاچای خود روش میکنه میرم میخونه و بابا اجداد خود کلش میکشن میره طلا که مذهب به اینجاست بس مذهب خود چیزی که کاز نداره که بله از جمهور کس ببره بیت برخ از اعضای حزب اسلامی همچنان گفته بودن که ما نظام اسلامی می خواهیم در افغانستان حالا همچنان دید شما همین است که فقط نام از اسلام شنیدن و دویده می شنیدن گفت همین جسته ببینید زمانی که خانه خود بیران که زمانی که فابریکی خود در توبره انداخت سر دشمن آبا برجاد خود فروخت شد زمانی که کیبر دوزی کردن زمانی که چی به سال دروازه منم دوزی کردن زمانی که فابریکا رو کشش کردن امروز بادارش آمده بادارش یک فابریکا برای جور نمی کنه امروز بادارش اومد یک میل تفنگ برش نمیده حالا می بادار خود بخواد که تو مرا در طول 15 سال مقابل وطن تو مرا جنگاندی بس خو صرف نظر مثلا خلق پرچم گمش گوش گوش بس پرتو همین مثلا صحیح است ما مشکل ما چی است آقای شاد مشکل ما است که ما سیاست نمیفهمیم سیاست ما در مقابل سیاست می تو بدر سیاست خراب است تو متن با تبای بربادی کشید ایواز که خجو جنگ کنیم یا اون استخ پس کنیم ما قد سای قلو خط کیبل دروازه جنگ میکنیم این تو دست برام میبرم میکنم تو سودا میکنم امروز دی امروز دی مردم چرا سرمایه قتیز میرن چرا امریکا پس مثلا مثلا وردی منو مجهز نمیکنه چرا این پاکستان سرمایه قتیز میکنه 600 900 تا کده کنن میذاره که صدای خود آه به جگر نمیکشه یک وجدان بسیار ضعیف کار داره واقعا برتون دیگه برتون گپ میزنم کسی که احساس مقابل وطن داره ولو که هر حزب و تنظیم مسلمان است کافر است باور از عقیده من باقی نماند سختی وطن تو داشته باشه واقعا در وطن میسوزه بسا هیچ کس صدای خود نمیکشه حالا تاثیرات این حملات که دیروز در شهر کابل بود و ولایات کشور بود بالای همین پروسه مذاکراتی که دولت افغانستان آغاز کرده با حزب اسلامی چی میباشد؟ هیچ
هیچ سالو از رقم دور زده شد سالو از رقم سنای زده شد تاثیر چیش نگه تاثیر می داشت یه خور وقت تاثیر می کرد تونه 10 سال یک شردل برو پردل بیاد اونجا اینجا جلسه از اونجا جلسه اینجا جلسه چرا خفر نتیجه نمیده دلیل چی هست بندش در کجا هست با این وجود که حزب اسلامی عملا با دولت افغانستان درگیر است حالا از مذاکرات از دیدگاه شما چی می خواین با دولت افغانستان ولی ببینن همین مسائل بسیار مسائل است که آدم نمیتونه به خاطر که همین مفکورای ازی همین اهداف ازی بخی به کلی مجهول هستن خب برادر از دید شما مثلا حیث یک استاد و یک کارشناس چی می باشد ما خامیر میگم که نمی کل کلش یک بازی استخباراتی که یا همین فقط این پروسه جنگ دی وطن ادامه میده تا که پای آمریکا دی وطن محکم شه این سبب دیگه سبب این ارتش غلامی دیگه اندر قدرت می پرته پیمان استراتژیک سر امضا میکنم یک ماده دوم خط ماده دوم گندم و ماده دوم خط دوران سر امضا میکنم با سر تصفیه شور بده تشکر این مسئله فقط به خاطر زمین رازنی میکنه که ببینید من مقصر می اینجا جنگ است زنا کمره بگی اگه سبا من نباشم توی وطن باز کباب میشه بله یعنی در کل شما حزب اسلامی را وابسته به امریکا میدانید تو فقط امریکا هر امریکا بودنش امریکایی بودنش خود داغ پس برای من مسئله کمک ها و مسئله فرد میکنم دیگه دیگه بیمار من تجهیز ساخته بسام من نمیگم کی رقم میدم مسئله است که مطلق امریکایی خواهد باشه مطلق فرد میگم یکم ولی که از کاسه امریکا کنه ما نان خوردیم همین از هم امیان نان میخوره این چطور که پس که ببینید خب حالا ببین که وقت رو بگم حالا میده خب منو کنه مارو کنه مارو سنی میکنه خب اون کمی وطن فروش کس که چراس خود نمیگه یا ایس کسی وطن دیگه خبر نداره یا ایس که واقعی وطن فروش بسار مطلق است که بدد سی خون پوست ازی به نان بیگانه کنه شده خیلی اگر مسئله ازی قرار باشه که وطن وطن است خیلی چی وطن چی بود پنج دمو وقتی که مجای سایبان این تشریف آورن خود این وطن خاص خودشون بود که باش چرا وطن با جنگ جون کشدن تشکر همین سوال از آقای حکمت میپرسید سپاسگزاریم بفرمایید پاسخ شما در این مورد چیست آقای حکمت بسم الله الرحمن الرحیم زدی افغان نیوز تلویزیون لیدون کتا و تاسو تا سلام علیکم و رحمت الله و برکات وای اما بعد در سولی پروسه باندی دا حمله تاثیر نلری اوس رئیس سب جمهور قاطع تصمیم نیولای ده تصمیم قاطع ده سوله به انشاءالله راضی او دا ورونه دا استازان و استاس دا خبر اگر چی وکلی حزب اسلامی هیچ وقتی آیساج ایسای نفر نه دی ایسای تر قومنده لاندل نه دی او ل امریکایانو سره جوړخ نه کړی دی ایسای قومندای نه منلی وخت کی منلی وای دی طالبان به نه سپورټول دغه حزب اسلامي به سپورټول او زه د حزب اسلامي نمائندګي نه کوم چون زه یو د حزب اسلامي عضو یم په کابل کې وسیګم حق لرم افغانیم زه خپل نظر وای نو دا وخت چې د کمونستان د روسان په شکاس کې سوروسکان سقوط وکړي وخت روسان او امریکایانو سره خبره وکړه چې ورور د دې ما پاتشونی چې پات دي له دې سره به لار سره یو کوي تاسو تورس هغه د افغانستان د تورس نو دا یو تعداد پاتشونی کمونستان یو تعداد پاتشونی چې پاتسو سبغت لاسه مجددي د اپی فرمان صادر کړ مجاهدینو یا مسلمانانو تر اوسه پورې د اپی د فرمان احترام کړای کوي او د یو تعداد رسنوي کې د همیشه بنوبته په اجاره رسنوي اخیستي دي په رسنوي کې د خپل د ګروپ اغه کرغیلانی چیرے کرغیلان اعمال سدوی کړی دی قتلونه سی کړی دستجمی دستجمی کمونستان درغه کرغیلان کارونه سی کړی دی دستجمی دی ملت په زخمونو ملت دردونه زیاتی په زخمو باندې مال غشندی دی باید بخنه وغوړي دی یوازې پاکستان د پاکستاني ته کړه دی روسان راوستل چانه ورته استر تاسو روسان راوسته وطنم خرج کړي وطن در بدر کړي باندې ټول خراب کړي فرق میانه حالا که نیروهای نظامی خارجی در افغانستان حضور دارند و همچنان حملات شدید وجود دارد در افغانستان و فرق میان آن زمانی که روس‌ها در افغانستان وجود داشتند در چی می‌بینین شما و در چیست خود دغه خلق سراغلی د ملل متحد په توافق راغلی دی وطن ته دموږ نه دی راوستلی حزب اسلامی هیڅ وخت نه چا سره چا چی کومک وختای نه ل چا چی خی لخر وختای نه دی لخر دی غو دی لخر په خاطر باندې قدرت ځان رسوي د پرچمیانو دستور او یو تعداد کسان چې دغه امریکایان راوستي یا خارجان د څلور مملکت راوست د خپل قدرت په خاطر راوستي دي د قدرت وسم قدرت کې هغه کسان دي حزب اسلامی صفات دي حزب اسلامی یوازې اسلامی حکومت اسلامی قوانین تطبیق غواړي په هغه کې افغانستان او دا ارزو دي ټول افغانانو ده دا د ټول مجاهدینو ده دا ارزو دي ټول مسلمانانو ده دا د شنه د سیواز د حزب اسلامی ارزو ده د نور مسلمانانو ده د شکل جنگی دي دي شهیدان امر کړی دي مایوبین هم لرو نو دا خو وس هغه د سیوي حکومت اسلامی قوانین تطبیق نسی تشکر آقای طاقت همواره تاکید مخالفین دولت افغانستان در اینجا این بوده که ما قوانین اسلامی می خواهیم در افغانستان حالا دید شما در این مورد چیز با توجه به اینکه حزب اسلامی با 4 رژیم در افغانستان عملا جنگیده است و عملا مذاکراتشان همچنان در گذشته های ادامه داشته است با همان 4 رژیم حالا فکر می کنید که
با توجه به اینکه عملا در جنگ است با دولت افغانستان، مذاکراتشان ادامه بده و با توجه به اینکه این چنین حملات همچنان از سوی مخالفین دولت افغانستان به هر نام و نسبه که هست سازماندهی میشه. ما در میز فعلی یک موضوع ملی را زیر بحث گرفتیم. ما با دو دشمن نزدیک که عبارت از ایران و پاکستان است مواجه هستیم و دشمنان دور که اینا را حمایت میکنه، برشان پول میته. طوری که گردیزی صاحب گفت که 22 میلیارد دلار برای پاکستان برای چی داد امریکا؟ F-16 را، تیاره F-16 را نمیداد، آلی برش چرا داد؟ چرا در خاک پاکستان القاعده و تروریسم به مسابه حربه و لشکر امپریالیسم امریکا و انگلیس و ناتو تعلیم و تربیه میشه، ترینینگ میشه و گسیل میشه به افغانستان و با مو 22 میلیارد دلاری که به پرویز مشرف داد، برای حکومت فعلی داد، به اشباکیانی و یا داد و 2.4 میلیارد دلار در امیم سال برشان تایید کرد، چی کرد؟ تعیین کرد. اوباما کمپاینشی بوده که ما 30,000 لشکر از عراق میکشیم در پاکستان، لانه های تروریسم ختم میکنیم، ولی او کار نکرد به خاطر که برای امو تروریسم ضرورت داره. بارها ما گفتیم که تروریسم القاعده این لشکر غرب است، در جنگ سرد هم لشکر داشتن و در جنگ تیل حال باز هم لشکر دارن. لشکر دیروزش با لشکر امروز فرق نداره. که عملا در مقابل نیروهای نظامی خارجی و دولت افغانستان می جنگن، شما اینها را عساکر بلکل قوات های خارجی می دارین؟ از اول ما 10 سال است که همی گپ می زنیم، تالی یک امریکایی یک انگلیس نامد که بدر تو چرا دروغ میگی؟ ما را پرسان نکرد، یک تحقیق از ما کسی نکرد که تو چرا ادعای ثابت کن که ما برش ثابت کنم، که ما با دلائل، براهین و اسناد و شواهد ثابت کنم که لشکر شماست. و هویت دادن برای طالبان در قطر به مسابه یک نیروی دولتی و جای دادن برای با مرکز دادن، این خودش دلالت میکنه بر این که امو لشکرش یک مقدارش باید در افغانستان باشه. امی لشکر امریکا که همین تمام تنظیما بود که در جنگ سرد لشکرش بود، امروز در قدرت سیاسی افغانستان همش حضور داره. یعنی ما به اصطلاح جناب حکمت صاحب، به اصطلاح اینا کمونیستا، ما کمونیستا کی گفته بودیم برای حزب اسلامی که در چهارآسیا مقر بگی و کابل بمباردمان کن و با برهان الدین ربانی جور نبیه، با احمد شاه مسعود جور نبیه، کتی مزاری بشه شورای امانگی جور کو، دوستم هم کتی خود شریک کو بزنم کابل به خراب بدل. بله، یعنی در کل همین یا ما برای استاد ربانی گفته بودیم که تو حزب اسلامی جهاد اعلان کو. ببینین با او طرفش میگم، امیر خما نگفته بودیم برای استاد ربانی که تو علی حزب اسلامی جهاد اعلان کو. ما خو به حزب اسلامی روابط داشتیم، دوستی داشتیم، همه قماندانایشان کتی ما شریک بودن در مو وقتی که ما مش مساله ملی را آغاز کردیم و شوروی از افغانستان برآمد، دیگه جای برای جنگ نمانده بود. دولت شهید دکتر نجیب الله یک دولت افغانی بود و با همه آغوش خود باز کردیم. 70,000 آمدن، امیز اسلامی آمد، جمعیت آمد، دیگر آمدن که ما شریک شدن. شورای قماندانان داخلی از رهبران جدا شد، از پاکستانی ها جدا شد و رو ماندن در امو پاکستان با بادرای خود. خودشان آمدن سیب با یک شورای بسیار خوبی جور شد به نام شورای قماندان. ما نامه شبرتان بگیرم، سید جگران، قاری بابا، احمد شاه مسعود، جلال الدین حقانی، کل امی شورای این خود رسمی شورا بوده برادر. ما رفتیم شورای تفاهم جور شد در پاکستان، بهترین انسان ها بوده. یعنی ما با معنای از این نیست که ما با حزب اسلامی خدا نخواسته ما دشمنی را اعلان کرده باشیم، اعلان جنگ ما نکدیم، همیشه برادر گفتیم و دست اشتی برش دراز کرده بودیم. آقای اطاقت میخواییم بپرسیم، حالا حملات که به نام شبکه حقانی یا به نام طالبان و یا امثال هم گروه های مخالف دولت افغانستان ایجاد میشه و حملات میشه بالای نیروهای خارجی، در اینجا شما چقدر دست داشتن حزب اسلامی و امثال هم را میبینین؟ یک تکرار احسن
تکرار احسان به این خاطر که ما قبلا نمیگفت دادیم امی حقانی جلالدین حقانی دیروز که از پاکستان از ایسای راکت بشانه میگرفت میامد در پکتیا شفاخانه و مکتب و همه چیز ما را ویران میکد چی کی بود؟ نامش چی میماندن؟ مجاهد امروز باز که امو پاکستان راکت در شانهش میمانه که برو افغانستان تخریب کن نامش چی میمانه؟ تروریست اگر امروز تروریست دیروز چرا تروریست نبود؟ اگر دیروز مجاهد بود چرا امروز مجاهد برش نمیگن؟ این ناانصافی نیست؟ امین متیار صاحب اگر دیروز مجاهد بود امروز هم مجاهد است اگر امروز تروریست است خیلی دیروز هم تروریست بود این کلش سبب آقا یک من کدام گفتنی دارد ایره همه پس آخر از آقا یعنی مثال لاوردیم مثال دهی ما با کدام ترازو ما طول میکنیم یک ساعت عدالت بهتر از 70 سال عبادت است ما عدالت را باید زیر پای نکنیم بین اگر از یک کسی ریش میکنی از خودم یک ناخون خدا خواهی یک ذراکت شاوگار کو سپاس بفرمایید آقای حکمت کدام گفتنی باشیم برادر ما که گفت وی ویل دا خبرشی وکر دا وطندارم خبر دایسی دایسی دوی خپلواک نو دا حکومت کمونستانو خپلواک نو خپل اختیار نو واک اختیار ټول روسانو په لاس کې روسانو به قومنده ورکړ داسې وکړي داسې وکړي روسانو وخت چې قومنده ورکړه پرچمیان لاړو شورا نظار ته یو تعداد محدود کمونستان خلقان مو خاطرالو حزب اسلامي خاطرالو دا هغه خوای تقویه کړه لغه خوا سره وو هغه ټانګون دی چلول راکټ دی پیر کول سکار دی اندخت کول په حزب اسلامي باندې په حزب اسلامي جنگ نه دا وخت جنگ نه کوي په حزب اسلامي باندې همیشه وخت جنگ تپل سوی جنگ په تپل سوی ده دی جنگ ته مجبور سوی ده آقا حکمت همین بفرمین ملی مسئله خبری کو ما ویلی سمک ده پاکستان خب نوبت خبره کو که نوبت بخرمین نوبت نوبت دو نوبت دو خور نه ما نبخوره دو ما تا نوبت رفت خیر بخبره در افتیار همه دوستان سبیا تکرار نسی زه خواهش کو ما مگه دیو ملی مسئله سر ما قبلیو تا میشه وقت پتول رسنه ای که پتول رسنه ای که لگیه اگه پا حزب اسلامی بنده لگیه اگه تاسی گوره پکتا پشماری هستی په ملت کې ځای نه لري دا رسنۍ نه پوهېږي دا تاسې ولې ورغواړي مرکو ته څه پوهه لري مخکې معلوم یې جنرالي د خلقیانو دوره کې اخیستې ده ټول خورزابطان جنرال شو او دومره جنایات چې خلقیانو کمونستانو کړي دي د ملت ته چې اوس هم دردونه یې تاسې زیاتوي که تیادم یې بخایي منطق داشته نه ته خبرې ته غوږ ونیسه زه سړی یم خو ته سړی نه یې همیشه وخت بفرمایید آقای طاقت دیده شما را میشنویم اما اگر ما سر ببخشین ما میگیم که ما تلویزیون شما را پاکستانی ها میبینه ایسای میبینه ثبت میکنه ایران ثبتش میکنه در میزی که ما را میخواین کسایی را بخواین که خیر از عزیز به اسلامی باشه محمد خان عزیز به اسلامی است انجینر صاحب همو را بخواین همی کتب مشاور وزیر که از چه نام داره سباونه بخواین یک کس دیگر را بخواین که ما بفهمیم کتی از وابر ما مسائل ملی را مطرح میکنیم اینا ما را به دفاع از آیسای به دفاع از پاکستان میاره در یک گپای بسیار خرد و ریزه میپیچانه که ما باید دفاع کنیم که خلقی خوب است و فلانیا خوب نیست این غلط گپ است برادر یک تاریخ بود تیر شد این که یک تاریخ پس چرا زخمایی که علی یک پوست گرفته میره باز اوگار میکنیم آقا حکمت شما حملاتی که زخمونو باید روان سپرد بله حملاتی که امروز افغان ها در او کشته میشن خانه های مردم بیران میشه ناشی از عملکرد همان گذشته ها در افغانستان است زو خوداش وایم سیاوت یادت یو تعداد خارجیان او داخلي دا یو تعداد خارجي کړی او داخلي کړی سره ګډ دی په دې حملو کې د رسنوی له ویلو څخه موږ دا خبره ترلاسه کړې دا خبره مو واورېدې چې یو تعداد خارجیان خارجي کړی او داخلي کړی دا سره تړلی دا عملیات په لارې اچولی تشکر آقای گردیزی از دیدگاه شما چرا دولت افغانستان همواره با این چنین برخوردها از سوی مخالفین خود روبرو میشه چه حمله
که بالای سفارت ایالات متحده آمریکا از چارایی عبدالحق یک تعمیر نیم ساخته بود، از اونجا سازماندهی شد، با مزرعت از اونجا حملات آغاز شد و چه هم از فروشگاه شهر کابل و حالا همچنان در مناطق دیپلمات نشین کابل و مقابل ساختمان پارلمان کشور. ببینید چه داره بیان که بازم ما شخصا از وقت بخیر تیر نمیشیم که بخیر دنیا قیمت هم شد تیر نمیشیم بخاطر که نپوز دارم نچاکی دارم نه در کدام از تنظیم هستم یک آدم مستقل هستم بسام و ما مکلفت مقابلی میخواک دارم که بعد ما راست خود بگویم بسام فامیلی بخاطر که من ما میلازه سنو مسایی میکنم خواد بگی کدام وطن فروش است که یک مزبینه خبر پیشتر میکنم بعد خود تکرار کردم بازم تکرار میکنم که ایمانم متوجه بشه که ما جونه وطن فروش ها ما نیستم در می خواک بودیم از اول تا آخر از یک سانتی متر در می طول جنگای کل شدیدی بعد می خواک من نبرم بودیم. ببینن گپ از این قرار است که دولت مرتجع است، دولت که نان بیگانه را بخوره یک آدم در پشتو یک مطلع چاسه وید در سال خوره در صورت این ببخشن باش کنم خب ببخشن مطلب که پیسته که یک آدم که نان بیگانه را بخوره با صف مرداش تنه میتنه مشکلی که دی درست است که دولت انتخابی است که ما برای زور رای دادیم فرض میکنم آمده که سلسله پروسه دموکراسی و قانون اساسی و کلی که باید درست است، لیکن یک دولتی که یا به اصطلاح یک سیستمی که به حساب می فعلا می دولت ساختن این که دایی اراده نباشه، اراده وطن پرستی نباشه، اراده افغانیت نباشه، این دیگه چطور دولت میاره چقدر میره دولت بگویم که همیشه مواجه این رقم دولت های فاسد این رقم دولت های مرتجع خود طبیعی پس امر امر دیگه مواجه میشه چرا تا این حال را ای اندکترین چی در مقابل به خاطر مردم پیش نکرده و اگر هم بگویم صبح از اینجا برای گپ از این باز خلاص است و این امریکای خودشون پیش از پیش دامن میزنه که اگر ما برایم یا آینده شما خراب است این معاملات کلش به خاطر دستوری جا میشه این خود به خاطر از این نیست که همین پیمان استراتژی که قشم زام میکرد باز دو کپت کرده امروز برش با نگرد یکی عملات شبانه و یکی بسیار مثل مثل زندان ها خب قبول که میرم برانداد خب گفت خلاصه که تو از قشم زام میکنی در حالی که از این محتویات پیمان استراتژی که ما هیچ آگاهی نداریم من از انسان این به این مناس که ما دست پنجت دست پای بسته کردیم تا تصیم آخوی گردیزی فکر میکنید که قطع حملات شبانه علیه مخالفین دولت افغانستان از سوی نیروهای خارجی به خواهش دولت افغانستان هم نقش داشته است در این حملات که بیرون سازماندهی شد؟ من یه چیزی به خدمت شما عرض کنم از لحاظ پرنسیپ جنگی از لحاظ پرنسیپ های جنگ چریکی به حساب این قاعده ایش است که دشمن همیشه هیچ وقت زمان نداره که در کجا میه از طفل استفاده میکنه از چوپان استفاده میکنه مثلا از داروسی استفاده میکنه خلاصه به نامش که جایی که به صلاح خالیگار رو ببینه همین پرنسیپ می حکم میکنه تو به استفاده کنی هدف تو باید بدز بری الا زمانی که دشمن بخیم از پای پرتی ببینید بله در کل آقای گردیزی حالا شما راه زور را برای از بین بردن مخالفین دولت افغانستان انتخاب میکنید یا نه همان راه مذاکره من چی انتخاب میکنم ببینید در قدمی اول راه جنگ است به خاطر که یا به جنگ آمده بودن غربیا به خاطر جنگ آمده بودن با جنگ تا آخر به ادامه بده بسن جنگ در حالت نیمه لاکدن جنگ در حالت دلالت مرتجی لاکدن جنگ را به بسر 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 گردن مردم تیغ ماندن بالکل یک منطق به نهایت ضعیف نظامی شمرده میشه دوم که پیش تک این زمان ما یک ابن داد سوال خود سوالا بسیار زیاد سوال می پیدا میشه که تو آمریکایی در 49 ملکات چه قمبا 49 ملکات دنیا جامعه بدی تو چرا جنگ فتح کردن نتونستی فلهاز تا لک تو بردن نتونستی آره لطفا مهربانی که دست بخی بالا کو به اصطلاح دو متم در قات پای بگی یا می طالب اینا بده که طالب بیاد میگه اینجا حکومت داری کنه چرا تو زور سرش نمی رسد وقتی که 49 ملکات دنیا زور سر کس نرسد بزن بله چطور حالا فکر می کنید که زور این نیروهای خارجی در افغانستان بالا یا مخالفین نمی رسد یا نه نمی خواین نه خب یک چیز اینا به اصطلاح خودشان از دیسیوین اپریشن یا برش نگه بسام از عملیات فریبنداز بسام که برای مردم تو وانمود میکنه که ندیدی اگر من نباشم بابا تو رو میخوره بسام در حالی که بابا خودش ساخته بنیاد زمین طالب و طالب وزیر بسام در بین تنظیمای عذاب که اونجا بودن او وقت ساخته این پیشنهادش انگلیس کرده بود تعمیرش امریکا کرد پیادش هم بنظیر بوتو کرد بسام که از خاطر ما او رو مادر طالبا میگه دیگه شام بابرش هم مادر طالبا میگه ببینید ما نمیخوایم که ما باخر به خاطر پیش خدا رفتنیستون تا گور سام خواه میکنم یاب خواه میکنم ما هم خواه میکنم و هم خواه میکنم آخر میگه بابا آل نه دالال است نه کلدار است نه بادیگار است نه چوکی نه مقامت جواب نه بگو تو چرا بنده مرا به موجب پشتی فلحال ما سر خون مرم باید بازی نکنیم چوکی یعنی چوکی بر ما وزیر مثلا میگم خود رو وزیر در دیار پاس خواستم پوفر شد کار چیز چرا این مردم ملت ما بتا دغدان به صلاح این گوسپنده کیس که هر کس میاد گول چاکو دی ملت دغدان ملت چاکو رو میمونی لال میکنه بنام اسلام بنام کفر بنام کمونیسم بنام فلانی خود کسی گناهکار است گناهش بیا محکمه الان محکمه عدالت انتقالی رو بشدار کنه اونا خود ببینن تشکر چرا این ملت در بیماجه در هر کس در گونه کار میمونه میسونه و این حرکت از بیغیرتی ما مردم هست از بیتفاقی ما مردم هست از زوف اسلامت ما هست از زوف انسانت ما هست تشکر آقای دردیزی بردیگر این مردم ما رو به موجب میکشه سپاسگزاریم آقای طاقت یک مسئله که
یک تضاد که در گفتار رئیس جمهور و وزیر داخلی کشور وجود دارد او است که رئیس جمهور کرزی همواره طالبان را برادر خطاب کرده یا مخالفین دولت افغانستان را برادر خطاب می کند، اما وزیر داخلی افغانستان جنایتکار یا خیانتکار خطاب می کند. طوری که در ایالات متحده امریکا در رهبریش اختلافات نظر است، اینجا دولت افغانستان هم در رهبریش اختلافات نظر وجود داره. مثلا رئیس جمهور ما می گفت که مذاکرات در قطر نباش، وزیر خارجه گفت که باش، یک وزیر دیگه گفت که با طالبان قطعا ما مذاکرات ضروری نیست. اینجا یک تعداد زیاد مردم جمع شده به نام ائتلاف ملی و جبهه متحد و چوچی، اینا مطلق مخالف مذاکرات با طالبان است. و معاون رئیس جمهور میگه که قطعا، معاون دوم رئیس جمهور گفت که با طالبان مذاکرات به معنای خیانت به مساله اولیای کشور است و دستاوردهای ده ساله ما آو میبره، ای به هدر میره و در پشتش یک 2000 نفر چک چک میکنه و کلش نخبگان. این اختلافات باید در چنین دولتی باشه، چون دولت نیست، یک گروه مافیایی است که با مافیای بین‌المللی رابطه داره و در سروتاندوزی با هم متحد هستند. و گپ اصلی است که همین حادثه دیروز اطلاعاتش از قبل موجود بود. ناتو خودش رهبرای ناتو اطلاع داد که به امنیت ملی ما و برای در میدیا ها گفت که در این سال در اوایل سال 91 خطرناکترین عملیات صورت میگیره. آقای طاقت سوال پیدا می شود، ناتو اینجا برای مهمانی نیامده، برای جنگ آمده. زمان که اطلاع حاصل میکنه که جنگ است، چرا آمادگی قبلی نمی داشته باشن یا نمی خواهیم که از همچون عملات جلوگیری شود؟ به خاطر که اونمو گپ مثابت شد که نه لشکرشان است. وقتی پاکستان حملات راکتی میکنه و هلیکوپترایش هم بمباردمان میکنه در کنرا و در نینگرار، ناتو چرا سر برش خاموش شده؟ وقتی که اثر ناتو تیر میشه راکتا و بر مردم، بالای مردم ما اصابت میکنه و مردم ما طفل و جوان و پیر و زن میمره، چرا ناتو دست دیره لاشه برش نشسته؟ ما گفتم که اینمی نیروی که القاعده و تروریسم نامش است و دیگرا برشان طالبان میگه، کسی برش برادر میگه، کسی برش دشمن میگه و هماهنگی وجود نداره، در موردش تعریفش نیست. اصلا دولت افغانستان تعریف از دشمن نداره. برای اردوی ملی ما، برای پلیس ما، به امنیت ملی ما، با اینا هنوز صحیح دشمن تعریف نشده. یکیش برش برادر میخوانه، دیگهش برش مخالف میخوانه، دیگهش برش لشکر سیایی. خب اگر سیایی دشمن ما باشه، پس لشکرش هم دشمن ماست. اگر امی لشکر با ما دشمنی میکنه، پس بادارش که امیر تمویل و تجهیز میکنه، و هم دشمن ماست. این بسیار ساده یک فرمولی است. بیاین میم سر این مسئله جدی که ما چرا علی باید چطور کنیم. یک دفعه آمدن در بلند منزلی که در شارع عبدالحق نیمه ایمار است، در اینجا داخل شدن، موفقانه عملیات خود اجرا کردن با سلاح ثقیل. این ثابت شد که در موترهای شیشه‌های سیاه و بدون نمبر پلیت آورده شده اینجا. وقتی که در اینترکانتل بالا شدن، در سر بام بالا شدن، عملیات موفقانه را انجام دادن و از کل چارایی ها تیر شدن که در هر چارایی تلاشی های بسیار سرسخت است و در اونجا بالا شدن، کی بالاش کرده؟ اونم موترهای با شیشه های سیاه و بدون نمبر پلیت که یه از کی است؟ یا از زمامدارای داخلی ما که به سطح وزیر و موینا هستن، اینا یا انتقالش داده و یا نیروهای ناتو. نیروهای ناتو چرا؟ در نیروهای ناتو اشخاص افرادی هست که با $1,000,000 خریده بشه و شاید القاعده او را خریده باشه که همین نفرهای ما را تا کابل برسن. به خاطر که اینا باز پس که وقتی به کشورهای خود میره باید با میلیونها دلار برای یه مفت نامدن برای رو پروگرامای استراتژیکی که برای رهبرایش دولتهایش داره، اینا هم برای خود یک استراتژی داره، هر کدام جدا جدا. این مردم خب یک دفعه که وقتی که امنیت ملی ما فهمید، وزارت داخله ما فهمید، اردوی ما فهمید که برادر از این تاکتیک استفاده میشه، چرا همینطور امارات امنیت اپراتیفی و فیزیکیش تامین نکردن؟ امنیت استخباراتیش، امنیت فیزیکیش که همین تعمیر بلند منزل میشه، سبا از اینجا ارگ زده میشه. ببینید این دفعه امی گلبار سنتر که از پاروش کسی چیز جور میکنه بلند، باز ببینید که از سر بامی ازی راکت ها سر هر بمبارد مار شد. این سیرینا چرا؟ خب
این که بالای پارلمان حمله شدم از چنین تعمیر، بالای سفارت روسیه که حمله شدم از چنین تعمیر، در پکتیا از همین طور تعمیر استفاده شده. بنان این تاکتیک بوده که در وقتی که افشا شد تاکتیک شده، چرا ای عبدالحق دیگه تدابیر تبیگی برادر که دیگه چنین تکرار نشوه. اینا باید طالبا دیگه تاکتیک خود تغییر بده، دی دفعه با یک تاکتیک دیگه خود به و عملیاتای خود تنظیم کنن. از همی همه گپا میگن که امی بالون برای چیز که در اینجا استاد است، میگه این بالون میبینه، کل چیزا رو میبینه، ولی ما را هر روز وقتی که بالون میبینیم ما فکر میکنیم ما مستعمره هستیم، این بالون ما را کنترل میکنه، سر ما حکومت میکنه. این همه مسائل است که ما ببینیم. در بنو یک زندان بود، در او 400 زندانی ها فرار کرد، امو زندانی هم فرار کرد که پلان ترور پرویز مشرف تعیین کرده بوده و به خاطر امو آدم 400 دیگه هم فرار شده. سپس کی میگه، کی فکر میکنه که با امو زندانی ها تروریست های نباشه که برای از با آل تعلیم و تربیه در درون زندان دفع شده باشه که شما رو ما رها میکنیم ولی در افغانستان خودکش عملیات کنین، مثل که برای القاعده از در کشورهای عربی 24,000 تروریست و بندیر همی دیوید پیتریوس کشید با اسامه بن لادن حوالهش کرد که برین در افغانستان جهاد کنین و آمدن در اینجا کارای کردن که تاریخ درج کرده. تشکر آقای تاقدید، شما در این مورد چیست؟ از دیدگاه شما با مذرت میخواییم آقای حکمت، دید شما در این مورد چیست و چی باعث میشود که در برخ مواقع مخالفین دولت افغانستان به این اندازه قوی می شوند که می توانند بالای بلند منزل ها بالا شوند و از اونجا حملات خود را با هر جایی که خواسته باشند، یعنی بدلخواه خود انجام بدن حملات خود را؟ ما مخکیم در خبر ارتبا کلاسی یا تعداد خارجی کلی یا داخلی کلی لاسر یا کلی دی در هم عمله سر پلان گذاری کلی در عمله وسب خارجی او داخلی او تعداد کړی دا په دې خاطر او کوپری نړۍ سی افغانستان ته راغلی دی په دې خاطر نه راغلی چې دلته جنگ باید ونه کی کوپری نړۍ د مسلمانانو دی تباکې دوه دی په راغلی دی اسلامي ارزښتونه تر پخول اندی کول دی په راغلی کوپری نړۍ نه غواړي په افغانستان کې یو قوي یو اسلامي نظام جوړښت راشي او سوله هم نه غواړي سولې طرفدار هم نه دی نو بس یو ګډوډي وی جوړوي دی سولې مخ ونیول سي خو اوس زسې له رسنیو له خبرو اروم رئیس صاحب جمهور یو قاطع تصمیم نیولی دی سولې دپاره که هر څونه دغه عملیات دوام وکړي یا دغه خارجان دغه عملیات ته دوام ورکړي خو رئیس صاحب جمهور له خبرو داسې معلومیږي چې دی به سوله به راولي افغانستان. تشکر. اما فکر میکنید که رئیس جمهور کرزی به همان موضع قبلیش استاده باشه و شعار مذاکره بتن؟ یار زه خوش فکر کوم تر اوسه پورې خپل هغه باندې دریض باندې ټینګ دخو په داخل دی ریاست جمهوری کې یا په چارواکو کې هم یو تعداد کسان سي پوچوکي باندې میان خلک دي قدرت خلک دي هغه رئیس جمهور نه پریدي مثلا نه پریدي سي سولې تاغه وکي اوس امکان لري سي رئیس جمهور له خبرو رسېار ول رسنوي چې قاطع تصمیم نیول دي سولې دي راتک دي پاره. فکر نمی کنید که راه مذاکره با مخالفین دولت افغانستان راه منطقی نیست، بلکه همواره که دولت افغانستان شعار داده که ما مذاکره میکنیم، طالبان یا مخالفین دولت افغانستان، هر مخالف دولت افغانستان که بوده از راه انتحار و انفجار حملات مسلحانه جواب دادن؟ شاده است اونه بیایم ما پختیو بانی تو پونست بیه کسنگ ما مخیم دا خبره وکرسی او تعداد خارجی کلی او داخلی کلی نگواری است افغانستان که سول رسی او دا کس کی میخواه که در افغانستان سر بیایه؟ دی خارجان و راتک سی وسو دی موگ دا گواندی مملکتون سی همسایه دی دا طول و سر موافقه درلو دی راتک تی لبای کول دی خارجانو خو چارواکی دیران چارواکی یا دی پاکستان چارواکی سی دی دا دی طول نلی مسلمانانو تا مجرمین دی مجرمان دی شما یو خبر که حزب حزب اسلامی هستین در دامن همین مجرمان حالا زندگی میکنین؟ یه جدره که ملت دی پاکستان سی دا یا دی ایران شما در دامن ملت زندگی میکنین یا در دامن دولت پاکستان؟ مسلمانان په خپل منځ کې ورونه دي سره موږ ته مسلمانانو پناه ورکړې دي مسلمانان اوسېږي مسلمانان کومکونه ورسره کړي دي نه آیسای نه امریکایان. حالا مخالفین دولت افغانستان در دامن آیسای پاکستان زندگی میکنن یا در دامن مردمش؟ نست لایسای سره کلایسای در منافع کدامشان کار میکنن؟ ساده مخ کی ما خبره تو کس کلایسای سره وای یا دی آیسای قومندی د حزب اسلامي په رهبر یا دی حزب اسلامي په کسانو باندې قومندای منل نو اوس په وخت سپورټ کړي و راوسته حزب اسلامي از دغه چیګونه سپورټ کنن؟ نو سه سپورتی کرده خود چگونه سپورت کنن؟ همه را سپورت کنن؟ امریکایان تو بیویلی و خارجان تو بیویلی داد دولت در ولی دولت دویت ورک دا خود ویلش ویدی خارجان خود پاکستان خبر منالا
سپاس. اما فکر میکنید که حالا رهبر حزب اسلامی واقعا میل برای صلح داشته باشد در افغانستان؟ دی رهبر دی حزب اسلامی او دی حزب اسلامی ټول خلک ټول افغانان دی سولی ته تیږي دی سوله غواړي جنگ نه غواړي جدا از مردم مردم واقعا صلح میخواهند. آقای حکمت، زمانی که حزب اسلامی با چهار رژیم عملا در افغانستان جنگ میکند، تاریخ شهادت میده، حالا با دولت رئیس جمهور کرزی چگونه صلح کرده میتونه؟ همیشه حزب اسلامی باندې جنگ ته پلسوی جنگ ته مجبور سوی دا جنگ کرده دا که ها مجبورتان ساختن؟ دلی توسط چی؟ پول پیسه قدرت چی؟ پول پیسه دی بودی هر افغان حق داری توسط چی شما را مجبور ساختن؟ هر افغان مسئول دا اسلام وطن دفاع وکی و هر افغان حق داری در این تمام افغانستان فقط شما بودین که از وطن دفاع میکنین؟ گوره افغان حق داری خپل کور تو بلاسی خپل کور که ووسی گیسی وقتی مذارب بخیم اقای اکور شما از افغان ها نمایندگی کرده نمیتونین تا خارت نبریدی شما از افغان ها نمایندگی کرده نمیتونین افغانستان طول غواری افغانستان را همه میخواهند اما شما از افغانستان نمایندگی کرده نمیتونین کامره که ووسی خارت طول با اسلامی حکومت اسلامی قوانین او دغب وایسی خارجان دی ووزی بله. دولت اسلامی افغانستان بله. در سال 1991 چرا نخواستین؟ خو نپریخو قدرت خرطی نپریخو که نماندارتن؟ کابل سوک نپریخو اخا دولت؟ سپاس کدام دولت؟ اخا دولت سیده تو نمید؟ دولت اسلامی بود دولت کمونیستی که نمید؟ دولت نپریخو قدرت اوز قدرت شاپ لاز کرد پس قدرت میخواین؟ نه خواهی قدرت نه مگسی قدرت پس چی میخواین؟ موږ اسلامي حکومت غواړو. وخت چې اسلامي حکومت وي، اسلامي نظام، اسلامي قوانین تطبیق شي، نو ټول حقوق باید پیاده شي. سپاسگزاریم. به هر حال آقای گردیزی، دید شما در این مورد چیست؟ تا چه زمان این عملیات ها یا حملات چریکی در افغانستان ادامه خواهد داشت؟ خب ما چند دفعه جواب گفتیم تا که ابلیس جهانی زنده باشه، تا که ابلیس منطقوی زنده باشه، تا که ابلیس داخلی زنده باشه. سه نوع ابلیس است که وطن را در سر تاوی داغ شانده. همیشه من گفتم و بازم میگم، اینه به خاطر از این نمیگم، اینه به خاطر خدا میگم، به خاطر الله، به خاطر خاک میگم که این خاک زبان نداره. اگه زبان میداشت کل ما رو قرط میکرد این خاک. یک قصر از خاک ما رو اشخندی کردیم. این مسئله که تا ادامه داشته بود، تا که ما اهداف نامشروع زیاد ادامه داشته بود و تا که وجدانه از ایف ما ادامه داشته بود، تا که نفس های بالا قید دومش نزنیم، تا که نیروی کلدار روی جادر بسیار نازک است، این که برای مرکز دشام مت بود مدست دستی میشیم باز بابای خودم علال میکنیم، پدر خودم علال میکنیم. به خاطر گپ در حالی که شهر ما مردم است، شهر ما وطن است، شهر ما اسلام است و در حالی که ما بیگانه را میکشیم. اینجا صدها علما شش تا صدها دانشمندا شش تا دادن میز به حساب کرزه که شورای علما میگه یک صدای خود نمیکشه کمی عمل انتحاری بسیار بعد خبر داد همین کارو نکنن. من نمیستم، من نمیفهمم که بعض مزرات به آقای حکمت به اصطلاح دیوال باشه تو بایی وانمود نکنه مجموع که خبر کم پیسا. این چطور اسلام است که فرمان میده فرق بین اسلامی که تو میخوای، اسلامی که من میخوام، اسلامی که او میخوای چی از بسب این کدام رقم اسلام میام میخواد؟ اگر اسلامی باشه خیلی چه سر خود نمیکنه ریشاش نکنه کنه که دراز راست لنگیش هم کلاش مست ولا اگر تو گفتی مرام چند بسانه کنه که سرش جناوار بالاش دو بتنه این کمی ریشش هم خوب شام پوز دگی خیلی چی رقم اسلام 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 خبر ما تعریف کنه مخ بخی همین راه اسلامت تو من گم شده بساب همین کلمه همین کلمه بخی فر بفرمایید خوب بخی بخنوار چون من میخواد بس ما به کلمه بخی یادم رفت شاوردم چون تو اسلام کدام اسلام است یه دیگه من میخوام ما اسلام نمیفهم تهران پرو خاصه حکمت جان اسلام وام اسلام نه اسلام در گند کنه منو چاکر ما نمیده چلو خبر استاد تاس اجازه من دا اوس په دې حکومت کې درست است اسلام نظام دا تاس کنم استقلال د استقلال لري ولی خپلواک نه دی دا غو پاساری اداري ته څه شوی دا په ضد اسلام ده کیا د قوانینو د اسلامي قوانینو مخالفت ده کنه رشوت خوري ده په محاکمو کې وګوري په عدلي او قضایي چارو کې وګوري ټول په رشوت باندې غدي یو ورځ یو بندي بل ورځ یو هغه اخلاص کړی آدمی چه کسایی کشته نمی خود داره اسلام هم میکنه کلش قاضی شریعت خوانده دیگر خوانده شریعت خوانده میگه در مولوی است اون گفته این چرا مستور خیام این نمیکنه استاد خود بزنین واسه کنه مثلا گردی سیستم من نمیخوام که بگه تشکر آقای طاقت رای حل را شما در چی میبینین چگونه ممکن است که حداقل صلح نسبی در کشور برقرار شود چی از طریق مذاکره چی از طریق جنگ و چی از هر رایی که باشد ما در پیش از انتخابات اول ریاست جمهوری از طریق یکی از میدیاها طرح خود را پیشنهاد کردم برای مردم افغانستان برای دولت که او طرح بالاخره به یک وسعت پیدا کرد شوراها شش نخبگان شش ایره به نام دتلپات سول طرح جور کرد دتلپات سول طرح باز کسای دیگه دی داخل شدن نخبگان از خارج از اروپا و کجا و کجا افغانا میگه بین امیر وسیع بسازیم ما 14 نفر کمیسیون جور کردیم دو ما موضوعیت شد داشتم و ایره به نام دسولیز بدلون طرح جور کردیم و ایره به 2000 نفر ما ابلاغ کردیم در یکی از اوتل ها و به تمام نمایندگی های سیاسی و خارجی و داخلی و دولت و کرزای صاحب و برای همه دادیم
او یگانه رای نجات افغانستان و نمو طرح است. تشکر. اگر میگی که اینجا باز تشریح و توضیحش کنیم، وقت ما وقت چون کم است انشاءالله برنامه های بعدی. ولی یک چیز باید بگویم که پیش از اینکه انتخابات ریاست جمهوری میه، ما باید یک شورای لوی جرگه عنعنوی را بخواییم و دولت کرزی صاحب برای او واک اختیارات بته. او شورا که دو حزب اسلامی می باشه، دو طالب می باشه، حزب وطن می باشه، جامعه مدنی می باشه، تنظیم های دیگه می باشه، نمایندگان اصلی مردم افغانستان می باشه. تشکر. و این لوی جرگه عنعنوی یک حکومت موقت را بوجود میاره که برای دو سال برای انتخابات شفاف پر امن و دموکراتیک برای رئیس جمهوری این شرایط برابر میکنه و میریم به اون طرف. تشکر. بدون حضور چیز نظامی غربی ها و حضور لوجستیکی و تکنیکی مشاوریتی غربی ها باشه. تشکر. این طرح ما را جناب حکمتیار صاحب هم دو سال پیش قبول کرد و هم امی طرح داد، ولی این سال از اون طرح برگشته، میگه که نه خارجی نباشه و یک نفرم خارجی که باشه ما اینجا نمیم در افغانستان و صلح نمیکنیم. تشکر. ولی قبلا که ما این طرح را حکمتیار صاحب قبول کرده بود در یکی از میزهای شما مردم، ما اون طرح خود را بیان کردیم. تشکر. جایش نیست که ما خود را معرفی کنیم که ما چرا جنرال شدیم، چطور جنرال شدیم. سپاس. با حکمت صاحب برنامه آقای حکمت، دید شما در این مورد چیست؟ آیا مذاکراتی که دولت افغانستان با حزب اسلامی تحت رهبری انجینیر گلبدین حکمتیار آغاز نموده است نتیجه خواهد داد؟ از ما په نظر ده حل لاره از ما پان بندی یوازی رئیس اب جمهور که قربانی ورکړي او د سولې افتخار د ځان کړي، دغه دوه کاله یا اتلس یا څو میاشتې چې پاتې دي، دغه چې خطیر شي یو موقته اداره دی جوړه کی له ټولو ګروپونه یا ټول اړخونو څخه یو کسان راوغواړي، موقته اداره دی جوړه کی، انتخاباتو ته آزاد انتخاباتو ته شفاف انتخاباتو ته لاره صافه کی پاک کی شي، انتخابات وشي، هر څوک برنده شو. تشکر. آقای حکمت، آقای طاقت و استاد گردیزی از حضورتان در بحث شام امروز کاوش خبر داغ. بیننده های گرامی، از شما همچنان تشکر که تا این دم بیننده برنامه کاوش خبر داغ بودید. تا دیدار بعد، خداوند یار مددگار شما.